سلام به همه شما دنبال کننده رادیو آف ساید. تو این ویدیو میخوایم در مورد نامه پرسر و صدای زیدان که بعد از اعلام رسمی پایان همکاریش با باشگاه رئال در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت صحبت کنیم. نامه‌ای که خطاب به هواداران بود، اما نکته عجیب، حالا مستقل از محتوای نامه و انتقادش از رفتار مدیریت و علل خصوص فلورنتینو پرس، اصولا انتشار چنین نامه اونم از طریق رسانه ها بود. البته تو بخشی از نامه هم زیدان خبرنگارا رو بابت عدم پرسیدن سوالای فنی و فوتبالی تو کنفرانس ها هم نقد کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع طبیعتاً علی هم امروز اینجا با من. سلام. قبل از اینکه وارد بحث بشیم می‌خواستم ازتون خواهش کنم که اگر این ویدیو رو می‌بینید و هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین، از پایین همین ویدیو این کار رو همین الان بکنین و همینطور به کانال تلگرام ما بپیوندین که قراره برای رقابت‌های یورو یه سری مسابقه داشته باشیم که توی تلگراممون اعلام می‌کنیم. اما بریم سراغ رئال و نامه زیدان. علی، خب محتوای نامه و همینجور شیوه ارائهش یه مقدار غیر منتظره بود. اگه موافقی یه مقدار بندای مهمی که توی نامه بود رو با هم پله پله جلو بریم و راجع به هر کدوم صحبت کنیم. توی اول نامه یک بندی هست که من میخونم که زیدان نوشته بوده: بودن توی مادرید برای 20 سال گذشته زیباترین اتفاقی تو زندگی من افتاده و من این اتفاق زیبا رو کاملا مدیون این حقیقت هستم که پرز در سال 2001 تصمیم به آوردن من گرفت. پرز برای آوردن من جنگید، اونم وقتی که یک تعدادی از آدم‌ها مخالف به خدمت گرفتن من بودن. من این رو از صمیم قلبم میگم که برای همیشه از رئیس برای این کار تشکر میکنم و برای همیشه. حالا نکته این بند اینه که کدوم آدم مخالف به خدمت گرفتن زیدان بودن؟ آره، ببین، وقتی که سال 2001 زیدان اومد توی رئال با یه رقم خیلی بالای من، با رقم 78 میلیون یورو اومد که رکورد نقل و انتقالات دنیا شکنه، رکوردی که سال پیشش دوباره خود رئال با به خدمت گرفتن فیگو به سر رسونده بود. یه تعدادی از اعضای هیئت مدیره فلورنتینو پرز مخالف بودن، برای اینکه نمی‌دونستن زیدان چقدر میتونه به تیم کمک کنه و این هزینه خیلی زیاد و آیا باشگاه میتونه تقبل کنه یا نه. هوادارهای باشگاه موافق بودن، ولی یه نکته یکی هست که وقتی زیدان اومد توی باشگاه و شروع کرد به بازی، خیلی توی فرم خوبی نبود، آماده نبود و توی کل فصلم تقریبا همون سوتاب و هوای معروفی که برنابو میکنه رو زیدان هم ازش بی نصیب نبود. توی همه این مدت هم پرس خیلی پشتش وایساده بود و همیشه ازش حمایت میکرد. زیدان شروع این که هوادارا خیلی بهش علاقه من بشن و شروع این که دیگه اون سوتاب و هوا متوقف بشه توی برنابو برمیگرده به بازی نیمه نهایی چمپیونز لیگ همون سال، جایی که رئال جلوی بارسا بازی کرد و خب زیدان توی هم بازی رفت هم بازی برگشت خیلی بازی خوبی داشت و بعدم که توی فینال چمپیونز لیگ هم سال گل فوق العاده در جلوی لورکوزن زد و خلاصه تا موقع نیمه نهایی، تا بازی نیمه نهایی، تعدادی از اعضای هیئت مدیره بودن که هی مخالفت میکردن اصلا با به خدمت گرفتنشون اول و بعدم هوادارا خیلی رابطه خوبی با زیدان نداشتن. درسته. حالا یه بند دیگه بریم جلوتر که به بخش مهمتر داستان برسیم. اینجا اولین جایی تو نامه که اشاره میکنه که چرا میخواد از باشگاه جدا بشه. میگه من دارم از باشگاه میرم به این دلیل که حس میکنم باشگاه دیگه به من اون اعتماد لازم رو نداره. به علاوه حمایت لازم برای ساخت پروژه ورزشی میان مدت و بلند مدتی که میخوام رو نداره. و اون حمایت لازم رو من از باشگاه نمیگیرم در واقع. ببین، اولا که من یه چیزی میخوام اشاره کنم که این نامه خیلی همه چیش واضح نیست که داره زیدان رو برای چی حرف میزنه. اصلا کاملا ممکنه یه تعدادی از بندایی که ما اینجا میخونیم یه صحبت ها و یه حرفایی باشه بین خود باشگاه زیدان که ما دقیقا نمیدونیم چی به چی، بنابراین همه چیزایی که پایین بگیم توی حد خوبی حد زیاده. چیزی که هست، چیزایی که ما میدونیم اینه که توی راجع به این بند خاص مسئله نقل و انتقالات بین زیدان و پرس توی این دوره دوم مربیگری زیدان به خصوص خیلی مسئله ساز بود. وقتی که زیدان اومد به رئال واسه دفعه دوم مارچ 2019، وقتی اومد به رئال یه تعدادی هدف داشت، یه تعدادی بازیکن هدف داشت که خیلی براش مهم بود که پرز اینا رو بگیره. سه تا بازیکن بودن که حالا اسمش نمیخونم، هازارد بود، پوگبا بود و امباپه. حالا به اینا میرسیم. نقل و انتقالات رئال توی 2019، ببین، رئال هازارد گرفت با بین 120 تا 150 میلیون یورو، یوویچو گرفت با رقمی حدود 60 میلیون یورو، مندیو گرفت با 50 میلیون یورو، بعد میلیتارو گرفت با 50 میلیون یورو و یه بازیکن جوان برزیلی گرفت به اسم رنیر ژزوس توی ژانویه 2020، یعنی نیم فصل بعد از شروع اون فصل اولی که زیدان برگشته بود، که اونو با 30 میلیون یورو گرفت.
یه بازیکن دیگه بود رودریگو که تابستون 2019 به ترکیب اضافه شد، ولی رودریگو رو رئال تابستون 2018 گرفته بود، یعنی موقعی که دیگه زیدان اصلا توی رئال نبود و اون هزینه اصلا قبل از اومدن زیدان به رئال انجام شده بود با 45 میلیون یورو. من حس میکنم که هواداره رئال خیلی هاشون این اسکیل زمانی رو از دست دادن که بازیکن دقیقاً کی به باشگاه اضافه شدن و فکر میکنن که هزینه هایی که باشگاه کرده همش توی دوران زیدان بوده. نصفت که الان علاوه بر همین رودریگو که گفتم که قبل از اومدن زیدان به ترکیب اضافه شده بود، وینیسیوس تابستون 2017 قرارداد بست با رئال با 45 میلیون یورو، البته تابستون بعدش اومد توی ترکیب مثل رودریگو. اودریوزولا تابستون 2018 با 30 میلیون یورو، براهیم دیاز ژانویه 2019 یعنی تقریبا دو ماه سه ماه قبل از اینکه زیدان برگرده را با 10 میلیون یورو از سیتی خریده شد و سبایوس هم تابستون 2017 یعنی اصلا موقعی که خودش هنوز زیدان توی رئال بود توی اون دوره اولش با 18 میلیون یورو خریده شد. این بازیکن‌ها رو رئال خریده بود و همون موقع روشون سرمایه گذاری کرده بود، نمیتونست کاری باشون بکنه دیگه. بازیکنایی که زیدان میخواست سازار بود که خرید، پوگبا بود که پرز کلن علاقهی به معامله کردن با مینو رایولا نداره، کلن دوست نداره بازیکنای مینو رایولا رو بگیره و تا حالا هم اصلا فقط یک بازیکن از رایولا توی رئال بوده، اون هم دروازه‌بان ذخیره پارسال رئال بود که از پاریس سن ژرمن اومد، آرولا، و هیچ بازیکن دیگه از رایولا تا حالا توی رئال بازی نکرده. با این همه تا اونجایی که ما می‌دونیم پرز تلاش کرد که پوگبا رو بگیره، حالا نمی‌دونیم تلاشش چقدر محکم بوده، ولی همون قدم اول به یه صد خیلی بزرگ خورد به اسم یونایتد. یونایتد تابستون 2019 واسه پل پوگبا که یه فصل خیلی بدو داشت، مصدوم بود خیلی از زمان فصل و همه انتظار داشتن که قیمتش افت کرده باشه، یونایتد همون موقع 160 میلیون یورو فقط واسه پوگبا می‌خواست، یعنی قبل از حقوق پوگبا و قبل از اون شیتیلی که باید به مینو رایولا بدن 160 میلیون یورو فقط بعد به یونایتد میدادن، که خب من فکر کنم خیلی طبیعی بود که باشگاه نرفت دنبالش. و گزینه سوم مهمترین گزینه امباپه بود. امباپه رو زیدان خیلی دوست داره، همه هم میدونن و همه هواداران رئال هم خیلی دوست دارن و خود پرز هم خیلی دوست داره که امباپه رو به خدمت بگیره، یعنی اصلا این یه چیزیه که همه رئالی های دنیا این بازیکنو میخوان توی تیمشون. ولی همه دنیا میخوان تو تیمشون. آره ولی آره سخت میکنه همین. دقیقاً و پاریس سن ژرمن نمیخواد از دست بده و میدونیم که پاریس سن ژرمن وقتی یه بازیکنی نخواد از دست بده نمیفروشه. الان مثال خیلی سادهش وراتی بود که بارسا میخواست چندین تابستون دنبالش بود ولی در نهایت نتونست بگیره. نیمار رو دوباره بارسا میخواست یه مدتی، بازم نتونست از پاریس سن ژرمن جداش کنه. و وقتی بازیکنی میره توی پاریس سن ژرمن فقط در صورتی میتونه جدا شه که قراردادش تموم بشه، اگر خود پاریس سن ژرمن نخواد. و من واقعا نمیتونم خورده بگیرم به پرز که نتونسته پوگبا و امباپه رو جذب کنه. یه بازیکن دیگه بود به اسم اندومبله که رفت تاتنهام تا هم تابستون 2019. میگفتن زیدان اندومبله رو میخواد، من نمیدونم چقدر درسته، میگفتن زیدان اندومبله رو میخواد، اما من لیست اما زید را نگرفت دنبله را. نه اصلا تلاشی نکرد واسه گرفتن دنبله. دو تا نکته، یکی اینکه تابستون 2019 را رکورد تاریخش برای نقل انتقالات شیکون، تابستون 2019 بذار من اینجا رقمش نوشتم بخونم، رال 355 میلیون یورو هزینه کرد توی بازار نقل انتقالات، خالصش میشه 220 میلیون یورو، یعنی بعد از حساب کردن خرید و فروش، که این رکورد تاریخ باشگاه رئال. و لیست هافبک هایی هم که توی اون تابستون توی رئال بودن، کاسمیرو داشت، والورده رو داشت، مارکوس یورنته رو داشت، مودریچ رو داشت، کروس رو داشت، سبایوس رو داشت، ایسکو رو داشت و خامس رو داشت. از بین این بازیکن‌ها یورنته رو فروختن به اتلتیکو مادرید چون که زیدان نمیخواستش، سبایوس قرضی رفت آرسنال برای اینکه اصلا رابطه بین زیدان و سبایوس خیلی شکرآب بود، سبایوس اصلا مصاحبه های خیلی بدی کرده بود، اصلا هیچ جوره نمیتونست به ترکیب باقی بمونه. و اصلا لیست هافبک های رئال پر بود و با توجه به هافبک هایی هم که با توجه به هزینه هم که کرده بودن خیلی منطقی نبود که بخوان یه بازیکن دیگه هم به ترکیب اضافه کنن. یه نکته دیگه هم هست که توی تابستون 2019 اتفاق افتاد که به نظر من خیلی زیدان رو ناراحت کرد و من به شخص خیلی بهش حق میدم، خامس و گرت بیل. وقتی که زیدان اومد توی رئال
علاوه بر اون سه تا بازیکنی که گفته بود من حتما میخوام، دو تا بازیکن که گفته بود من حتما میخوام از رئال جدا بشن، یکیشون خامس بود یکیشون گرت بیل، و هر دو تا اینا یک فصل اضافه موندن در صورتی که میتونستن هم تابستون 2019 برن. خامس رودریگز از اتلتیکو مادرید پیشنهاد داشت، میتونست بره اتلتیکو مادرید، ولی رئال تصمیم گرفت که این کارو نکنه، به خاطر اینکه خب اولا قبل از اینکه خامس بره اتلتیکو مادرید مارکوس یورنتا رو فروخته بودن به اتلتیکو مادرید، همون موقع یه بازیکن به رقیب همشهری سنتشون فروخته بودن، نمیخواستن یه بازیکن دومم بفروشن، و گرت بیلی که از چین پیشنهاد داشت، پیشنهادش به این صورت بود که باشگاه چینی حاضر نبود پولی به رئال بده، اما حاضر بود که حقوق گرت بیل رو کامل خودش بده، و حتی مذاکره کرده بودن به توافق رسیده بودن، و حتی زیدان توی مصاحبه خبرش گفته بود که بیل تا یکی دو روز آینده میره از باشگاه، حتی اینو زیدان توی مصاحبهش گفته بود، اما یه باشگاه تصمیم گرفت که نه من بازیکنی که با گرت بیل رایگان حاضر نیستم اجازه بدم بره، و خب گرت بیل مون یه فصل خیلی بد داشت، و تازه علاوه بر اینکه یه فصل خیلی بد داشت، فصل بعدش آخرش مجبور شدن دوباره اجازه بدن بره تاتنهام، این دفعه تازه یه قسمتی از حقوقش هم مجبور شدن تقبل کنن، که خب اون تصمیم خیلی بد بود، من خیلی زیدان درک میکنم واسه این موضوع. واسه اینجا که میگه واسه ساخت پروژه ورزشی ازش حمایت نکردن، یکی این بازیکنایی که میخواسته بیان حالا به دلایل مختلف نتونستن همشون رو به اختیار بگیرن، و یکی هم بازیکنه که می‌خواست جدا شن از ترکیب، و دو تا بازیکن خیلی مهمه، یعنی خامس رودریگز و گرت بیل نتونستن پول کنن. حالا این اشاره‌ای که تو داشتی بیشترش برمیگشت به تابستون قبل از فصل پیش، یعنی قبل از فصلی که کرونا اومد. حالا حتی ما اگر به همین تابستون یعنی فصل پیش هم نگاه کنی، اول این فصلی که در واقع الان به پایان رسید، تقریبا فکر کنم پرس مشخص کرده بود که ما هیچ خرجی نمی‌کنیم. و خب اولا هم دیدیم که این اتفاق افتاد، و خب درسته که خیلی از تیم‌ها همچین شرایطی رو داشتن و حالا یا حتی الان همچین شرایطی رو برای تابستون پیش روشون خواهند داشت، ولی خب من متوجه هستم که زیدان وقتی میگه که من در رئال میخوام یک پروژه تعریف بکنم، همچین سیاستی نمیتونه مناسب باشه، و شاید این اطمینان رو از باشگاه نمیگرفته که همچین این تابستون همچین اتفاقی ممکنه بیفته یا نیفته، نمیدونم. آخه ببین مسئله ای که هست اینه که آره تابستون 2020 را هیچ بازیکنی نخرید، یه هافبک دیگه میخواد زیدان به اسم کاماوینگا از رن فرانسه میخواست بیاره که قیمتش به نظر میومد حدود 60 میلیون یورو باشه، و بازیکن جوونی هم هست، یعنی بازیکن کامل نیست که اضافه شه به ترکیب و بتونه جزء 11 تای فیکس رئال بازی کنه. یه نکته که اصلا که تقریبا همه باشگاه‌های بزرگ اروپایی توی تابستون گذشته ضرر ده بودن از نظر مالی. رئال یکی از معدود باشگاه‌هایی بود که سود ده بود. و خب من به نظرم این نکته‌ایه که باشگاه مشخصا براش مهم بود و براش هدف گذاری کرد. حالا اینکه من زیدان درک میکنم که مثلا شاکی بوده که تابستون 2020 مثلا ما اصلا خرید نداشتیم، ولی کرونا که اومدن کرونا تقصیر باشگاه نبوده که، مجبور بوده این کارو بکنه باشگاه. کاملا موافقم باهات، ولی همیشه این شرایطی که در باشگاه هست بستگی به این داره که آیا خواسته های باشگاه بعد از مربی آیا همخونی داره با این ریاضت اقتصادی که به تیم وارد کرده. حالا درسته مجموعه سود مالی داشت و ضرر مالی نداشته در واقع، ولی آیا اون انتظارات همخونی داشته؟ چون جلوتر که میریم تو نامه شاید این حس به آدم القا نشه. اگه موافقی یکم دیگه بریم جلوتر، توی بند دیگه که خیلی جالبه اینجا یه مقداری از خودش تعریف کرده، میگه من یک برنده مادرزادم و اومدم به رئال برای اینکه جام‌ها رو ببرم، ولی یک چیزی حتی مهمتر از بردن هست و اون آدم‌ها، احساسات و زندگی‌شون، و من حس میکنم که این موضوعات رو کسی وارد معامله نکرده. مدیریت در درک این نکته که باید به اشخاص توجه بشه تا ساختار یک باشگاه بزرگ حفظ بشه شکست خورده. میشه گفت من شخصا برای توجه به این موضوعات مورد انتقاد قرار گرفتم. یه موردی بود که خب خیلی توی رسانه هم بعضی وقتا مطرح میشد که این بوده که اینکه زیدان رابطه خوبی با بازیکن‌ها داشته و یه مقدار حتی باشون به قول معروف با نرمی برخورد می‌کرده، هیچ وقت مورد علاقه پرز نبوده. حتی بعد من فکر میکردم جالبه که کارلو آنجلوتی هم همچین شیوه مربیگری رو داره، ولی خب الان دوباره کارلو آنجلوتی برمیگرده. این یه مقداری الان اینجا متناقضه، من نمیدونم که اینجا حق با زیدانه یا حق با پرس.
آنجلوتی نه تنها یه همچین رابطه با بازیکن داره، اصلا دلیل اصلیه، یعنی دلیل اصلی کنه، دلیل اصلیش بود که جام نبرد اخراج شد، ولی دلیل ثانویه این که آنجلوتی اخراج شد، آنجلوتی وقتی اخراج شد اصلا یه اتفاق عجیبی بود، به خاطر اینکه هم بازیکن‌ها می‌خواستن آنجلوتی بمونه، هم خبرنگارا و رسانه‌ها می‌خواستن آنجلوتی بمونه و هم هوادارا می‌خواستن آنجلوتی بمونه با اینکه هیچی نبرده بود، اما مدیریت اخراجش کرد و یکی از دلایلی که داشت این بود که به بازیکن‌ها خیلی نرم و لطیف رفتار می‌کنه. دقیقاً همین دلیل اخراجش از ناپولی هم آخه بود و دلیل اخراج از بایرن مونیخ هم همین بود که مثلا که تمریناش خیلی سبک بوده، خیلی تمرینای سنگینی به بازیکن‌ها نمیداده و رفتارش با بازیکن‌ها خیلی آروم بوده و فلورنتینو پرز دوست نداشت. فلورنتینو پرز همیشه دوست داره رابطه‌ای که تعریف می‌کنه با بازیکن‌ها رابطه خیلی حرفه‌ای و خوش باشه، یعنی به جز یه تعداد بازیکن‌ها که نمیدونم یه رابطه عجیبی باشون داره مثل بنزما، با بقیه بازیکن‌ها همیشه خیلی رابطه حرفه‌ای و خوشگی تعریف می‌کنه و خب اینجا هم زیدان هم داره راجع به همین حرف میزنه و به طور خاص من فکر کنم داره راجع به مارسلو حرف میزنه. توی کل فصل خیلی از رسانه ها در برای مارسلو انتقاد میکردن که چرا مارسلو مونده و دلیل انتقادشون هم یه دلیل مهم انتقادشونه که رئال رگیلون رو فروخ به تاتنهام و رگیلون بازیکن آکادمی رئاله و حالا و اسپانیایی هم هست و رسانه‌های اسپانیایی، رسانه‌هایی که درباره رئال خبر کار می‌کنن، اینا دوست دارن که روی این بازیکن مانور بدن و وقتی رگیلون و زیدان رد کرد، این موندن مارسلو که اصلا هم کیفیت خوبی نداشت، هی تبدیل شده بود به یه مثل یه خاری توی چش رسانه‌ها و هی درباره این صحبت شد. خود ما هم توی رادیو آفساید مرتب تقریبا هر هفته هر وقت مارسلو بازی می‌کرد درباره صحبت می‌کردیم. خب من خودم هم شخصا رگیلون خیلی دوست دارم و به طور خاص من حس میکنم درباره مارسلو داره حرف میزنه و چیزی که برای من جالبه این قسمت آخرش که میگه که من شخصا برای توجه به این موضوعات مورد انتقاد قرار گرفتم، خیلی واضحه داره درباره رسانه حرف میزنه، درباره هوا داره حرف میزنه، ولی من برام جالبه بدونم که توی باشگاه هم آیا مثلا مدیریت باشگاه بهش انتقاد میکرده مستقیم یا نه، آیا مثلا هیچ وقت پرزنش هست بهش بگه که آقا تو چرا مثلا اینقدر با بازیکن رابطه دوست دارنی داری، چرا مثلا مارسلو رو حفظ کردی؟ من فکر کنم حتی اینم بوده و داره به اینم اشاره میکنه، ولی خب نمیتونی مطمئن باشی. ولی آخه نامه خطابش به هوادار، نامه به هوادار نوشته شده، یعنی در واقع بخوای والا نیا کنی یه جورایی داره درد دل میکنه با هوادار و اون جاهایی که انتقاد کرده از بقیه به طور مشخص اسم برده. یعنی منظورم اینه که الان اینجا که یعنی اگه روند نامه رو ببینیم من حسم اینه که اینجا هم باز کماکان داره راجع مدیریت صحبت میکنه. آره میگم منم حدس میزنم که اینو داره درباره مدیریت میگه. ولی خب این با توجه به اینکه خب زیدان 4 یا 5 سالش به عنوان سرمربی بوده، یک چیزی بوده که قاعدتا همیشه وجود داشته توی تیم که شاید مثلا پرز بهش منتقل میکرده این حسی که داره. این یه مقدار عجیبه که چرا الان روی این موضوع خیلی تمرکزش بیشتر شده. حالا یه مقداری بریم جلوتر، گفته که من دوست داشتم که باشگاه به افتخاراتی که با هم بهشون رسیدیم احترام بگذاره، دوست داشتم در رابطه‌ام با باشگاه و رئیس با رابطه مربیای دیگه مقداری متفاوت باشه. من دنبال امتیاز اضافه نبودم ولی این من رو آزار میداد وقتی که توی مدیا و رسانه‌ها می‌دیدیم که اگر بازی بعدی رو ببازم اخراج می‌شم. خب یه چیزی رو من فکر کنم اینجا ما بعد دربارش توضیح بدیم، این که ساختار مدیریت رئال و بارسا با ساختار مدیریت بقیه باشگاه بزرگ اروپایی حالا به جز باشگاه آلمانی فرق میکنه. رئال و بارسا عین دولت‌ها اداره میشن، یعنی عینن شما فرض کنین یه دولته، یه رئیسی انتخاب میشه که معادله یه رئیس جمهور توی یه کشور دیگه، بعد اون رئیس یه هیئت مدیره برای خودش انتخاب میکنه که عینن معادله کابینه وزرای اون رئیس جمهور توی یه کشور دیگه، حالا هر کدوم از اون اعضای هیئت مدیره یه وظیفه دارن، یکشون مسئول ساید ورزشی باشگاه، یه سایشون مسئول ساید مدیریت اقتصادی باشگاه، و هر کدومشون یه وظیفه دارن اون اعضای هیئت مدیره. و همه اینا که هست در کنارش چی مهم میشه؟ در کنارش رسانه ها و ارتباط اون مدیر باشگاه و اعضای هیئت مدیره با رسانه ها خیلی مهم میشه. چرا؟ چون مثلا یه یونایتد گلیزر رو هر تصمیمی که بخوان بگیرن در نهایت به خودشون پاسخ گوهن و در نهایت کسی نمیتونه تهدیدشون کنه، ولی مدیر رئال اینطور نیست و هوادارا میتونن برکنارش کنن خیلی راحت و
بنابراین رابطه مدیریت رئال و مدیریت های رئال و بارسا با هواداره یه رابطه پیچیده ای میشه که این مدیریت به طور خاص خیلی همیشه سعی میکنه هواداره نزدیک خودش نگه داره. تکنیکایی که پرز استفاده میکنه واسه نزدیک نگه داشتن هواداره به خودش این مقدار جالبه. مثلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که این نظرسنجی که رسانه‌های اسپانیایی میذارن، نظرسنجی که مارکا و اس مثلا میذارن، خیلی از اینا به طور مستقیم از طرف پرز انجام میشه. یعنی پرز میخواد ببینه که رسانه‌ها که هواداران نظرشون مثلا راجع به اینکه فلان کار انجام بشه چیه، میاد یه نظرسنجی توی مارکا و اس میذاره واسه اینکه ببینه که مثلا حس و حال هوادارا چیه، یا یه کاری میخواد پرز بکنه نمیدونه که بقیه هوادارا چه جوری واکنش نشون میدن، خبرش میده به یکی از خبرنگارایی که وجود دارن توی یکی از این رسانه‌ها که اینا منتشر کنن، ببینه که چه بازخوردی از هوادارا میگیره. دو تا از معروف‌ترین خبرنگارایی که حالا واقعا یکیشون حالا اسمش میارم خبرنگارم نیست، دو تا از معروف‌ترین آدمایی که این کارو میکنن واسه خبرنهار، آره خبرنهار یکیشون جوزف پررروله که این مجری همین برنامه ال چرینگ تو یک پرز توی برنامه‌ش هم رفت برای توضیح درباره سوپر لیگ. این برنامه یه چنگی تو هستن، یه برنامه خیلی زردیه، یه برنامه زرد تلویزیونیه، خیلی اصلا برنامه یه ورزشی معتبری نیست، یه برنامه زرد تلویزیونیه، ولی اخباری که درباره رئال داره خیلی وقتا از سطوح متفاوت مدیریتی رئال بهش میرسه و اخباری که این آدم درباره صحبت میکنه مهمه وقتی داری راجع به رئال حرف میزنی. یکی دیگه یه خبرنگاری به اسم خوزه لوئیس سانچز که این خبرنگار مارکایه و البته تو همین برنامه چرینگی تو هم زیاد میده. و خب اینا این خبرنگارا بعد از شرایطی که توی چمپیونز لیگ توی دور گروهی پیش اومد یه خبری کار کردن که زیدان اگر از گروهش صعود نکنه اخراج میشه. و زیدان اینجا داره میگه که اینا این خبر رو از مدیریت رئال و به طور خاص از فلورنتینو پرز گرفتن. من اعتماد میکنم که زیدان داره درست میگه، چون که به هر صورت اون با خود زیدانم منابع خوشی داره که اخبار از کجا داره رد میشه. من فکر میکنم که زیدان درست میگه واقعا، ولی ببین من میخوام یاد بکنم که رئال توی چه شرایطی بود. رئال بازی اولش به شاختار 3-2 باخته بود، بازی دومش جلوی گلادباخ 2-0 عقب افتاد، 2-2 کرد آخر بازی توی دقایق آخر. دوتا برد خیلی خوب جلوی اینتر آورد که همه رو امیدوار کرد که خیلی راحت میتونه بره بالا. توی بازی پنجم دوباره جلوی شاختار باخت 2-0 این بار، یعنی رفت و برگشت رئال به شاختار باخت. و بعد بازی پنجم شرط جدول اینجوری بود: گلادباخ با 8 امتیاز صدر جدول بود، شاختار با 7 امتیاز دوم بود، رئال با 7 امتیاز سوم بود و امتیازش هم امتیاز با شاختار، ولی خب چون بازی رو در رو باخته بود رتبه پایین‌تر بود، و اینتر 6 امتیاز سوم بود و رئال واقعا خطر هست داشت، واقعا خطر چهارم شدن داشت حتی، و این خیلی بده برای اعتبار باشگاه. یعنی من فکر کنم که خیلی واضحه، خود زیدان هم میدونه که اگر که پس بشه از مرحله گروهی چمپیونز لیگ اصلا مهم نیست که از کیه اون مربی اخراج میشه در جا. چیزی که زیدان اینجا داره دربارش صحبت میکنه و من بهش حق میدم درکش میکنم این بوده که چرا مثلا بجن که فلورنتینو پرز بره بهش بگه که آقا شما اگه بازی بعدی به بازی راستی اخراج میشی، چرا بجن که خصوصی بهش بگه، رفته همون معامله یه با زیدان کرده که با بقیه میکنه، رفته از طریق خبرنگاراش خبر رو پیچونده که بگوشه حالا زیدان در بقیه بازی کنه برسه. و بعد در ادامه همین که فکر کنم کاملا مرتبطه و اتفاقا پایان بندی نامش هم هست، داره خطاب به خبرنگارا میگه، من دوست داشتم که سوالات شما همیشه درباره اختلاف نظرها و اتفاقات جنجالی نبود. دوست داشتم یک مقداری بیشتر درباره خود فوتبال حرف می‌زدیم و مهمتر از اون درباره بازیکن‌ها حرف می‌زدیم که همیشه مهمترین قسمت این ورزش بودن و خواهند بود. حالا هم داره انتقاد می‌کنه از همه کنفرانس‌ها و همین که داره یه جوری سیگنال میده که من می‌دونم که شما این اخبار رو شاید از مدیریت می‌گرفتین و همیشه روش پشت دامن می‌زدید. آره ببین زیدان کلاً اصلا از کنفرانس خبری‌ها وقتی می‌بینی کنفرانس خبری‌هاشو این مشخصه که ناراحته که اونجا نشسته، ناآرومه که اونجا نشسته و سوالایی هم که جواب نداد. همیشه کنفرانس خبری زیدان همیشه مونوتونه، یعنی یه جواب میدونی مثلا
مثلا کنفرانس خبری خود مورینیو که بری، مورینیو داره دعوا میکنه با خبرنگار، یا مثلا کنفرانس خبری کلوب که بری جذابیت داره. مربی ها معمولا کنفرانس خبری هاشون کوت ها، یعنی گفته های جالبه میگیری که میتونه تیترهای جذابی بده. زیدان اینجوری نیست. زیدان تک همیشه پشت سر هم تکرار ترین جواب ها میده به سوال ها و جذابیتی نداره واسه بقیه که میخوان بخونن یا میخوان سوال بپرسن. یه نکته دیگه هم که اصلا که واسه کنفرانس خبری های لالیگا باشگاه انتخاب و به خصوص واسه بازی خونگی باشگاه انتخاب میکنه که کدوم رسانه سوال بپرسه کدوم رسانه سوال نپرسه. 4-5 رسانه که این 4-5 تا همیشه دارن سوال میپرسن، بقیه اصلا بهشون فرصت نمیرسه و اینا هم همیشه سوالی که میپرسن دیگه تکرار شده. همیشه میدونی که خبرنگار مارکا میخواد بیاد چی بگه، خبرنگار آس میخواد بیاد چی بگه، خبرنگار گل اسپانیایی میخواد بیاد چی بگه و اینا هم سوالی که میپرسن همشون سوالای کلیک خوره، یعنی اصلا سوالای تاکتیکی راجع به بازی که توی بازی چه اتفاق افتاد اینا معمولا نمیپرسن. و به طور خاص خبرنگار گل اگه برین چیزاشو نگاه کنین خیلی آدم بیادبیه. مثلا یه همیاد میپرسه از زیدان که به نظر با این بازی که کردی شما نباید استعفا بدی، به نظر با این بازی که کردی شما نباید اخراج بشی، و زیدان هم این خبرنگار گله به طور خاص همیشه یک کلمه این سوالاش رو رد میکنه، یعنی بله نه مثلا موافقم موافق نیستم، همیشه یک کلمه ای رد میکنه. حالا من اینا رو گفتم یک چیزی هم بگم، حتی وقتی سوالای فوتبالی میشه از زیدان، زیدان علاقه نداره که جواب بده و حتی اون سوالای فوتبالی رو هم زیدان جواب نمیده. یعنی مثلا وقتی مقایسه کنی با کنفرانس خبری های پپ گواردیولا یا با کنفرانس خبری های توخل مثلا مقایسه کنی، چون من اونا رو هم دنبال میکنم، اونا خیلی بیشتر درباره فوتبال حرف میزنن، خیلی بیشتر درباره این حرف میزنن که آره حالا مثلا این پلنی که ما توی این بازی اجرا کردیم به مثلا دلیل A و B و C و D و D. پپ که قشنگ کلاس درس میذاره مثلا واسه خبرنگارا، و زیدان اصلا اینجوری نیست، علاقه نداره که توضیح بده. حالا من نمیدونم این که علاقه نداره با توجه به این چیزی که اینجا گفته یه ذره متضاد به نظر میاد، ولی من حس میکنم که شاید حتی اون سوال فوتبالیایی هم که ازش میپرسن اینقدر یعنی عادت کرده که حتی اونا رو هم به صورت حمله بهش نگاه میکنه، یعنی حس میکنه که دارن بهش حمله میکنن، که مثلا اگه بهش میگن که این تاکتیکو چرا استفاده کردی مثلا دارن بهش حمله میکنن. من حس میکنم که اینجوری برداشت میکرده و راستش رو بگم من خیلی نمیتونم این مورد همدردی کنم باش، من که خبرنگار کارشون همینه دیگه، کارشون اینه که برن تیتر جذاب و جنجالی در بیارن که بتونه روزنامه‌شون بفروشه، یعنی کار اون خبرنگار همینه، رئیس اون خبرنگار هم ازش همین انتظار داره. اصلا هنر یک سری مربی‌ها اینه که در این کنفرانس خبری اتفاقا جوری با خبرنگار، حالا کلمه شاید درگیر نباشه ولی یه جوری باهاشون کل بکنن که اون سوال اصلی صدمه‌ای به تیم وارد نکنه اگر حاشیه ایجاد میکنه. حالا درسته زیدان هم از زیر این سوالا به نوعی در میرفته، ولی خب بخشی از اون مربیگری، یعنی پکیج مربیگری دیگه، کارش نمیشه. یعنی من واقعا دوست دارم مربی که تو تیمم دارم مربی باشه که برام خیلی مهمه توی کنفرانس خبری خوب صحبت بکنه و دفاع کنه، اصلا حاضر باشه بره و همین که خوب صحبت بکنه. حالا این نکته جالب بود، ولی نامه‌شو با این قضیه به پایان میرسونه و حالا باید ببینیم که خودش آیا این فصل جای دیگه میره یا نه، که احتمالاً میره، چون حالا خیلی سیگنال اینو نداد که میخواد استراحت کنه. و حالا من یه نظری که دارم اینه که این نامه، حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که رئال واقعاً با کنته مذاکره داشته، یعنی شروعی داشته، من به نظرم اگر کنته این نامه رو خونده باشه پشیمون شده از این که، یعنی رئال رو در نظر نمیگرفته، چون دقیقا تمام بندایی که اینجا نوشته چه راست باشه چه راست نباشه میتونسته عینن این نامه توسط کنته نوشته شده باشه. آره ممکنه. حالا من یه چیزی هم بگم که احتمال خیلی زیاد به زودی یه نامه خیلی شدید و لحن دارم از سرجیو راموس خواهیم داشت، علیه مدیریت باشگاه دیگه، چون احتمالاً تمدید نمیکنه و راموس اگر که بره نامش احتمال مثل زیدان هم نخواهد بود، یعنی زیدان خیلی رله برگزار کرد نسبت به کاری که من حدس می‌زدم راموس بکنه. درست. یه سوال آخر ازت می‌پرسم، یک کلمه جواب بده که موضوع اصل موضوع رو توی ویدیو دیگه بررسی کنیم. از 1 تا 10 حست به اومدن آنجلوتی چیه؟
این سوال یک کلمه نیست. هفت. اوکی، حالا جزئیاتش رو توی ویدیو دیگه بررسی می‌کنیم. خیلی خب، ممنون از همه شما که به ما تماشا کردید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً این ویدیو رو توی یوتیوب لایک کنید، چون لایک کردن و کامنت گذاشتن به ما خیلی کمک میکنه که توی یوتیوب بیشتر دیده بشیم و خب این بزرگترین کمکیه که میتونید برای ما انجام بدید. مراقب خودتون باشید، تا بعد. خداحافظ.